اینجا چند تا مبحث میخواستیم کاور کنیم، پوشش بدیم. اینا تیبل هامون هست سمت چپ دیگه، اینا رو همه رو میبینید اینجا. فرض کنید میخوایم یه دونه کالوم اینجا اضافه کنیم به تیبل علی مثلا. خب میایم چه کار میکنیم؟ یه دستوری هست به نام alter table، بعد اسم تیبلتون رو اینجا مینویسید. حالا مثلا فرض کنید اسمش علی بود و چیکار میکنید؟ add رو میزنید، فرمان add رو مینویسید و sample یه اسمی به کالومتون میدید، مثلا کالومن دو، مثلا کالومن یک، مثلا کالوم نه کالوم، کالومن یک. و یه دونه کالوم اسمو میدید و نوعش هم مینویسید، var char مثلا ما اینجا میخواییم 10 باشه. خب وقتی که ما اینجا گو رو بزنیم، خب بیایم رو تیبل علی رو نگاه بکنیم، میبینیم که یه دونه کالوم اینجا اضافه شده. میبینید کالوم یک و بدون هیچ اطلاعاتی. حالا ما میخواییم این کالوم رو دیلیت کنیم، چیکار بکنیم؟ میایم روی SQL همین alter table رو مینویسیم، اسم تیبل رو میدید علی و به جای add چی مینویسید؟ drop column، یعنی column بنداز. اسمش column چی بود؟ column 2، column 2 بود دیگه. بذارید من کپی کنم ببینم، یادم رفت column 1 بود، ببخشید column 1. وقتی که این کار کردیم دیگه نوعش رو احتیاج نداره بنویسیم، چون داریم دیلیتش میکنیم. گو رو بزنیم، میگه آره میخواد دیلیت کنید، میگیم بله اوکی رو میزنیم و دیلیت میکنیم. میام برمیگردیم به علی نگاه میکنیم، میبینیم کالوم دیلیت شده دیگه، هیچ کالوم اینجا نیست که بوده قبلا. نکته بعد اینه که میخوایم مثلا ما یه دونه جدول دیلیت کنیم. بذار قبل از اینکه جدول دیلیت کنیم، میخوایم یه جدولی رو به اسم علی رو اسمشو عوض بکنیم، مثلا بذاریم حسین. مثلا کاری که اینجا میکنیم، دستوری که اینجا میدیم به نام rename هست، rename table. rename table رو که نوشتیم، اسم تیبلی که الان دارید رو مینویسید به نام علی و to رو میزنید، اسم تیبلی که میخواد بشه رو مینویسید حسین و همین راحتی. و چیکار میکنید؟ گو رو میزنید، یعنی rename کن تیبل علی رو به حسین. وقتی که گو رو بزنیم میبینید که اسم عوض میشه، ولی اینجا نشون نمیده. اگر من بیام روی امیر، این بالا میبینید که تیبل شده حسین. یه مقدار طول بکشه تا اینجا ببینید الان شد حسین، چون من ریفرش دادم. میام روی SQL و میخوایم تیبل حسین رو دیلیت کنیم، اصلا نمیخوایمش. چیکار کنیم؟ خیلی توجه داشته باشید که این دستوری که من الان به شما میگم، همه چی، همه اون تیبلی رو که دارید دیلیت میکنه با هم دیگه. پس بعد مواظب باشید که آیا واقعا میخواید همش با هم دیگه پاک بشه یا نه. که مثلا من میخوام چیکار کنم؟ drop table رو که زدید، اسم تیبلتون رو میدید. چی بود اسمش؟ حسین. وقتی که این اسم رو دادید، تمام دیتاتون پاک میشه. گو رو بزنم، تیبل حسین میگه پاک میخواید بشه، میگم بله، دراپ میشه و پاک میشه از این سمت چپیا. امیدوارم که از این جلسه استفاده کرده باشید. فکر میکنم دیگه دو سه تا جلسه بیشتر نمونده تا تمام اینو با هم دیگه دوره کنیم. تو از تا جلسه بعدی فعلا.